دوستان واقعا خسته نشدی این همه اتچمنت از این اون گرفتی واقعا تو کی میخواد به این وضعیت ادامه بدی درود به مرامت اگه واقعا خسته شدی و میخواد اتچمنت خودتون رو داشته باشید تا آخر این ویدیو من همراه باشید و لایک و کامنت این ویدیو رو حتما حتما بتر سلام رفقا حسین گیمینگ هستم خب به انم که همتون پای همتون دوستان اول از همه ببخشید اگر صدا کیفیتش پایینه بزرگی خودتون ببخشید مورد بعدی این که همونطور که از اینترو ویدیو دیدید رفقا اومدیم تو این ویدیو کلا داستان اتچمنت چیدن و یک بار برای همیشه کلا بگیم این پروندهشو ببندیم که آقا دیگه شما انقدر محتاج اینو نباشی محتاج مثلا من نوب نباشی که بیا از من اتچمنت بگیری از فلانی اتچمنت بگیری خودت بچینی بری کلکوپر این ایمو بریزی همه هم تازی من از اتچمنت بگیرم تموم شد از لایک و ساب رفقا هیچ فراموش نشه حتما چندل منو ساب داشته باشید لایک هم کنید ارزم به حضور شما که این حرفا دیگه بریم بیشتر از طولش ندیم اگر من گافی سوتی توی ویدیو دادم به بزرگی خودتون ببخشید پدر چک ما کوچیکا همینجوریم خب ببینید اول از همه میریم توی لوداتمون میخوایم یک اتچمنت خفن بچینیم مثلا میایم توی 117 اوکی ببینید توی این قسمت که میان خب یه سری چیزی بگم چه جدولی رو داریم گوشه میبینیم بالاش نوشته 117 گوشه راست که برای ما دمیج رو نشون داده فایر ریت رو نشون داده اکورسی رو نشون داده موبیلیتی رو نشون داده رنج رو نشون داده کنترل هم نشون داده خب که من دونه دونه اینا اینجا میگم بعد میریم جلوتر مثلا فرض کن شما می اینجا آقا میگی که خب من الان اینا رو میدونم این خارجی ها که بالا نوشته اینا چی چیه خدایا خب اینا بعد بدونه که بتونی اتچمنت بچینی دیگه خب ندونی که نمیتونی اتچمنت بچینی ها پس جلوتر میگیم فقط کافیه که شما صبر داشته باشید ویدیو هم لایک کنید خب ببینید دمیج و فایر ریت توی 90 99 درصد گان ها تاکید میکنم 90 الی 99 درصد گان ها ثابته خب مگر اینکه مثلا تو بعضی از رایفل ها بعضی از شادگان ها بیاین با تعویض پرک خشاب مثلا پرک خشاب خب بیاین مثلا یه تغییری توی دمیج و فایر ریت گانمون بدیم که اونم جلوتر من میگم حالا میرسیم ببینید به اکوریسی موبیلیتی رنج و کنترل یعنی اتچمنت هایی که ما میچینیم روی گانمون بیشترین تأثیری که دارن خب روی این چهار تا گزینه هست پس اکیوریسی رنج موبیلیتی کنترل اوکی حالا می میگیم که اول بعد کاربرد هر کدوم از اینا رو بدونیم دیگه که چی میخوایم ما بچینیم اکیوریسی دقت تیر ماست دقت تیر مثلا تو شادگانه ما خب ببینید مثلا یه اچ میارم خب ببینید اکیوریسی اینجا الان 58 خب هر چی که من اکیوریسی رو ببرم بالاتر مثلا یه برالی بزنم که اکوریسی بیاد پایین تر خب اون ایم هیپ من چی میشه الان من اینو که گذاشتم اون ایم هیپ من 58 میشه ببینید اینجا میشه 51 یعنی کوچیک تر میشه اینجا گذاشتم 58 یعنی ببینید ADS بوت این اینو من جلوتر میگم اکوریسی یعنی وقتی که اینجا میشه 58 یعنی اون هیپ من اون ایم گوگلی وسط اون بزرگتر میشه موبیلیتی میشه سرعت سرعت ایدیس کردن سرعت گانمون سرعت زمانی که موومنت میزنیم گان دستمون هست این تا اینجا اینو جلوتر اشاره من دارم میکنم جلوتر باز بیشتر بازش میکنیم میرسیم به رنج رنج چی میشه میشه اینکه آقا رنج کلا به معنی فاصله هست اوکی که اگر ما هرچی آقا رنج رو افزایش بدیم فاصله یا برد همون تیرمون افزایش پیدا میکنه اینم هم تا اینجا از رنج کنترل ببینید کنترل به نظر من این نظر شخصی خودم یک یوتیوبرم اینو نگفته تا حالا و من جلوتر 100 صد درصد ویدیویی کاملا مفید کاملا کاربردی در مورد دکمه سینک خواهم ساخت اوکی پس اه, میرسیم به کنترل ببینید کنترل کلا به معنی دقت تیر زدن دقت تیر زدن هست خب یعنی چی یعنی که هر چی کنترل افزایش پیدا میکنه دقت تیر زدن ما هم بهتر میشه یعنی چی یعنی لگد افقی و عمودی گانه ما کمتر میشه که یک گزینه خیلی کاربردیه که واقعا تاثیر داره این تا اینجا از قسمت جدول که سمت راست بود زمانی که شما اینها رو بدونید تلوش 56 60 درصد راه اومدید ولی بدونید اصل کار داستان جلوتر هست که میگه پس بریم بعدی later. خب رفقا بعد از اون که فهمیدیم ستون سمت راست اتچمنت چیدن مثل رنج دمیج اینها هر کدوم چه کاربردی داله 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 حالا میرسیم به قسمت این که میریم آقا میخوام یه اتچمنت بلفرض مثال شاتگان رایفل اس ام هر چیزی که خواستیم بچینیم خب حالا شما الان میگید که آقا ما اینا رو فهمیدیم خب دمیج فایر ریت رنج اینا رو ما فهمیدیم مثلا میخوام مازل بچینیم یه چی اینجا نوشته دمیج رنج خوی چیشی میشه اینجا خب ببینید اینا رو من دونه به دونه خواهم گفت فقط کافیه که مقداری صبر داشته باشید اوکی خب ببینید اول میام سراغ رنج ببینید این رنجی دمیجی که من گفتم گفتم یه سری از گان ها فقط میتونن با دمیج یعنی دمیجشون دستکاری بشه مثلا میام توی مثلا فرض کنید ازم حضور شما که یه دونه SMG من الان میارم خب مثلا یه دونه مثل QQ9 اوکی okay, ببینید QQ9 یه خشابی داره اینجا ببینید الان دمیج QQ9 من 28 فایر ریتش 83 هست اوکی okay? الان من اینو که بذارم ببینید این خشاب دقت کنید این خشاب شما هر کجا هر کجا خواستید اتچمنت بچینید علامت دمیج رنج رو دیدید که اینجا ببینید دمیج دمیج خالی ببینید یه مثبت دوی اینجا گذاشته یعنی دو تا دمیج رو داره زیاد میکنه افایره تو برده پایین به دمج اضافه کرده اوکی این مثلا یه نمونه شه که من خواستم یه مثال بزنم که شدنیه ودی روی هر گانی شدنی نیست میریم سراغ بحث اصلی خودمون میایم سراغ ارزم به حضور شما که گفتیم دیگه ما تنها تغییراتی که میدیم فقط و فقط روی چهار گزینه اعمال میشه Accuracy, موبیلیتی رنج و کنترل خب ما ارزم به حضور شما که میایم از یکیشون شروع میکنیم از رنج مثلا شروع میکنیم تا به اون طرف الان شما ببینید هر وقت علامت دمیج رنج رو دیدید مثل برل ها مثل مازل ها الان من میام تو مثلا برل هم خب او من 35 درصد دمیج رنج اضافه میکنه خب که رنج من شده 58 ببینید زمانی که من اینو آوردم پایین ببینید اینجا دیگه علامتی از دمیج رنج نیست بذاریم مثال اینجا بزنم اینجا دمیج رنج تو ام آی پی ارزم به حضور شما که 20 20 درصده وقتی 20 درصده رنج من که دقت بکنید گوشه سمت راست شده 53 ولی وقتی میام روی این ببینید میشه 58 اوکی یعنی چی یعنی اینجا 35 درصد اون 15 درصده میکنش 58 تا پس هر کجا که شما علامت دمیج رنج سبز رنگ رو دیدی بدون که داره اضافه میکنه اوکی حالا میر اینجا میبینید که نوشته ADS بولت اسپریت یا فعلا اینها بذارید قطعه به قطعه بگم که قاطی نکنید خب پس آقا شما هر وقت دمیج رنج رو دیدید یعنی رنج گان رو زیاد میکنه اوکی این از این این از رنج رنج همین یه گزینه رو داشت اوکی حالا میایم سراغ ارزم به حضور شما که موبیلیتی زمانی که شما ببینید گزینه مثل ADS تایم که به صورت قرمز رنگ این طرف مثبت 17 خورده این ADS تایم موومنت اسپید ADS Movement اسپید دقت کنید با دومی فرق میکنم دومی موومنت اسپید بود این ADS Movement اسپیده خب که ببینید زمانی که الان بزن اینجا داریم ببینید آره ببینید اینجا ADS تایم رو داریم تو قرمز ها مثبت 17 خورده فلشش رو پایینه اوکی موومنت اسپید که یعنی چی یعنی آقا ADS تایم یعنی باز شدن زمان ایممون ADS تایم یعنی زمان ADS کردن خب یعنی آقا وقتی که تو میگی برال بذاری روش درست رنج اضافه میشه ولی سرعت ایم گرفتن حساب میاد پایین مثلا 17 درصد مثلا ADS موومنت اسپید ADS موومنت اسپید یعنی ADS ADS وقتی میکنی تو حرکت تو موومنتت سرعت ADS باز مثلا 15 درصد پایینه یا موومنت اسپید خالی که بالا نوشته یعنی چی یعنی اینکه سرعت حرکت با گانتون اوکی بدون ایم وقتی که گان دستته شما وقتی که حرکت میکنی سرعت پایین آقا این میشه موومنت اسپید پس فرقش با ADS اون اولش ADS داشت یعنی ایم گرفتن در زمان حرکت دومی دو که موومنت اسپید یعنی گان دستت باشه فقط حرکت بکنی حالا برای دقت بیشتر من توصیه میکنم که اینا رو رفقا بنویسید مروری بکنید که 100 درصد متوجه میشید حالا میریم سراغ قسمت بعدی قسمت اکیوریسی هستش که برمیگرده به دقت گان اوکی چی دقت گان بذارید به فرض مثلا من الان بیام روی یک اسمجی اه... ندارم اینجا یه مکتن خب میام رو مکتن مثلا به فرض مثال خب ببینید این مثال دارم میزنم ولی شما هر کجای این علامت رو دیدید بدونید که برای مثلا اکیوریسیه برای دقت گانتون هست ببینید هیپ فایر بولت اسپید بذاریم داریم اینجا کجا داریم اینها رو لیزر مثلا اولی داریم رو لیزر می نوشتیم هیپ فایر بولت اسپید چهل درصد این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا پراکندگی تیر ما در زمان هیپ فایر هرچی که این بیشتر باشه هر چی که این بیشتر باشه ببینید الان وقتی من اینو عوض بکنم مثلا میام اینجا هیپ بولت اسپید وقتی 20 درصد من از سمت راست 28 درصده ولی وقتی میزنمش رو 5 ام دبلیو اکورسی میشه 31 درصد اینجا هم خودش داره میگه که آقا 40 درصد ما به هیپ فای بولت اسپید تو اضافه کردیم پس اینجا نتیجه گیری میکنیم که آقا هر وقت شما هیپ فای بولت سپید رو دیدید برمیگرده به دقت گانش یعنی زدن داره خودش میگه دیگه آقا هیپ هیپ فای بولت دیگه تیرت اوکی okay. قسمت بعدیش میگه آقا ADS بولت اسپرید ADS بولت اسپید بزنم داریم اینجا آینه ها ببینید روی لیزر سوای مثلا نوشته منفی 20 درصد ADS بولت اسپید یعنی چی چی یعنی اینکه پراکندگی تیر شما در زمان ADS کردن اوکی okay. پراکندگی تیر شما در زمان ADS کردن دقیقاً برعکس این هیپ فایر این برای ADS کردن که هر چی شما این دوباره مثلا 20 درصدش کنی ببینید اینجا میاد ولی اس ام جی شما هیپ فایل میزنید این خونه میگیری پس بعد 100 درصد هیپ فایل بالاتر باشه دیگه اوکی میریم قسمت بعدیش اسپرینت بزنم کجا میتونم پیداش کنم من اینو بگردم پیدا کنم خب ببینید پیداش کردم میگه که آقا اسپریت تو فایر دیله که دقیقا کاربرد این چی چیه کاربرد این چی چیه آقا ها شما خیلی وقت نمی‌فهمید که اصلا مثلا هیچ کاربردی نداری ولی اصلا اینطوری نیست ببین اینجا نوشتهش اسپریت ای بیشتر تو استوکا تو گریپا توی اینا هستش تو برل ها هم تو رایفل ها هستش ببینید اینجا نوشته اسپرینگ ای تو فایر دیلی کاربرد چی چیه داداش کاربرد میگه که آقا مثلا تو اسنایپ در من رو اس دارم مثلا مثلا تو داری تیر میزنی به انمی ایمت رو قفل رو کله انمی هم تو داری همزمان تیر میزنی هم اون همزمان داره تیر میزنه زمانی که شما همزمان دارید دوتاتون تاتون تیر میزنید وقتی که تیر دق... این قسمت رو دقت کنید زمانی که وقتی که تیر انمی زمانی که ADS کردی تیر انمی به شما میخوره اون ایمی که شما گرفتی تکون میخوره خب ایم شما تکون میخوره زمانی که این دقیقا منیش همینه زمانی که شما این اسپرینت تو فایر دیلی رو زیادش بکنید اون تیری که انمی به شما در زمان ADS کردن میزنه لگد کمتری به ایم شما وارد میکنه خب اگر متوجه نشونید توصیه میکنم دوباره به حرف من گوش بدید و حتما برید ببینید تمرین کنید این قسمت رو مثلا آقا شما اسنایپ گرفتید رو کسی که از رنج زیاد داره با 117 شما رو میزنه وقتی که شما داره... قفل کردی روی هد انمی خب زمانی که شما قفل کردی رو هد انمی بذارید نبیانم آها زمانی که شما قفل کردی روی هد انمی یه تیر به شما میزنه آقا ایم شما از هدش میاد کنار تیرتون میس میره خب این وقتی که شما بیاید اسپرینت تو فایر دیلی رو تقویتش بکنید اینجا اوکی وقتی تقویتش بکنید اینجا اون تیری که به شما میزنه باعث میشه که اون ADS ایمی که گرفتید تکون کمتری بخوره تیرتون میس نره اصلا کلا اوکی اینم تا اینجا که یه گزینه واقعا خفنی بود پس برای اکیوریسی شد هیپ فایر بولت Spirit ADS بولت Spirit دیگه اسپرینت تو فایر دیلی این ستا برای اکورسی بودن که خیلی کاربورت های زیادی دارن حالا میریم سراغ کنترل که ارزم به حضور شما که کنترل کلا با اومدن دکمه سینک داستانش عوض شده و من سعی میکنم جلوتر اگر لایک و کامنت این ویدیو رو بتر کنید یک داستان اصلا عجیبی و درباره دکمه سینک بهتون بگم که تو اتچمنت چیدن ها پشماتون فر میخوره که اینو حاضرم شرط منش یوتیوبر تا حالا نگفته که من ولی میگمش تو ویدیوی بعدی 100 درصد اینو ویدیو بعدی که نشه تو ویدیوهای بعدی اگر گفتم کامنت ها و لایک های این ویدیو رو بتر کنید حتما میگمش که واقعا تاثیر خیلی زیادی داره توی اتچمنت چیدنتون و سبک بازیتون ببینید سراغ کنترل رو فقط ببینید ویدیو دیگه طولانی تر نکنیم چون خسته میشیم خسته هم کنیم دیگه میره تو مخ فایده نداره خب میرم تو کنترل ببینید توی کنترل کنترل از ما میگیم چی چی میخوایم میگیم که آقا ما میخوایم گانی که رایفلی که چیدیم لگت نداشته باشه لگت افقی نداشته باشه لگت عمودی نداشته باشه حالا میام اینجا توی مثلا فرض کن آندر برل یه دونه رنجر فرگیریپ میخوایم بزنیم روی 117 میگیم که آقا ورتیکال ریکوئل داریم اوکی okay. اینا که میگن برای 117 میگم برای 117 برای کنترل هست هر کجا دیدید بدونید برای کنترل گان شما هست ورتیکال ریکوئل هارز هارزنتال اینا رو من مینویسم ها اگه من, من اشتباه خوندم شما 100 درصد دقت داشته باشید که هر به حضور شما که درسته ببینید uh... از به حضور شما که این تا اینجا حالا میریم سراغ فکر کنم دوستان یه قسمت رو من اشتباه کردم چون انقدر صحبت کردم قاطی کردم ببینید اسپرینت تو فور دیلی که من گفتم این برای چی بود تو دیدی بهتون گفتم که برای زمانی هست که ما تیر میزنیم ADS گرفتیم رو هد انمی میزنه ما لگدش باعث میشه که انمون بیاد کنار این برای این گزینه نبود ببینید اسپرینت ای تو دیلی این برای چی بود یعنی اینکه زمانی که ما تیر میزنیم اون تأخیری که تیر ما به انمی میخواد برسه هست خب من اینجا رو اشتباه کردم اصخایی میکنم اگر شما اشتباه متوجه شدید منو ببخشید اشتباه از من بود درک کنید حالا اینی که میخوام بگم یعنی هیت فینیش برای این کاره پس بذارید از بحثمون خارج نشیم کنترل رو بگیم بعد دوباره میریم اون قسمت یه مرور ریزی بهش میکنیم پس کنترل شد آقا ورتیکال ریکوئل هورزنتال ریکوئل و عرضم به حضور شما که هیت فینیش این سه گزینه مختص کنترل هست هر کجا دیدیشون شما مثلا آقا توی اینجا دیدی توی اینجا دیدیشون توی مثلا برل آقا نمیدونم الان هورزنتال ریکوئل گزینه سوم ورتیکال ریکوئل گزینه چهارمی هست اوکی اینا رو دید بدین برای کنترل گان شما هست به صورت افقی عمودی اون هیت فینیش هم که شما هر کجا دیدید تاکید میکنم هیت فینیش هم که هر کجا دیدید مثلا ببینید استو که اینجا هیت فینیش 12 درصدی داره یعنی چی چی وقتی که داره تیر میزنه انمی بهت تو هم ای گرفتی رو هدی یارو لگد کمتری به تو میخوره که ای خراب بشه پس چی, چی شد هیت فینیش کاربردش همینه ورتیکال ریکویل با هارزنتال ریکویل برای کنترل یعنی اینجا نوشته نوشتهش دیگه ببینید ببینید توی بدل من اینجا نوشته نوشتهش گزینه سوم و چهارمی برمیگرده به کنترل گان من به صورت عمودی و افقی پس برمیگردیم به اون اشتباهی که من کردم به اون اسپرینت تو فایر دیلی یه بار دیگه میگم برمیگرده به سرعت تیر زدن شما نه مثل فایر ریت خب میشه آقا اون دیلی که مثلا یه تیر سرعتی که داره تیر میره تا بخوره به اون انمی اوکی پس اینا رو شما رعایت بکنید این گزینه‌ها رو که بنویسید یه مرور یه مرور نیم ساعته بزنید بهش یه تمرین قلای هم وسط مثلا بزنید 100 صد درصد متوجه میشید رفقا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید یکم طولانی شد ببخشید دمتون گرم حتما لایک و ساب کنید رفقا هر کامنتی برام بذارید هر کجا سوالی داشتید بپرسید 100 درصد جواب میدم دمتون گرم دوست